دوستان و هموطنان عزیز، مخاطبان خوب برنامه راه درمان، سلام و وقت شما بخیر. انشالله که صحتمند و سلامت باشید و آرزوی همیشگی ما هم صحتمندی و سلامتی شما عزیزان هست. اما سلامتی و صحتمندی تک تک ما و شما مستلزمین هست که ما اطلاعات و آگاهی بیشتر درباره امراض و مواردی هستم که ما شما را دچار بعضی از مریضی ها می سازم. ممکن است خوراکه ها باشد، ممکن است رفتارهای ما شما باشد و خیلی از موارد دیگر که به طور خاصه یا نخواسته ما را دچار یک سری مشکلات می سازد. سلسله برنامه های راه درمان هم در این راستاست که تا به شما از آن کمک بکند، اطلاع رسانی بکند و آگاهی هایی که مرتبط با موضوعات و مشکلات طبی شما از آن هست با شما پیشکش بکند، با حضور متخصصین و دکتر صاحبایی که در بخش های مختلف با ما هستند و این موضوعات مطرح میشه. در این برنامه هم خواستیم بیشتر روی یک سری مشکلات اطفال یا نوزادان صحبت بکنیم که ممکن است خیلی از خانواده ها و والدین یک سری تشویش ها یا یک سری مشکلات را در این باره داشته باشند. خواستیم بیشتر مشکل رفع شود با حضور دکتر صاحب نادر پاینده، متخصص داخل اطفال، و خواستیم روی موضوع دردهای روده در نزد اطفال و نوزادان صحبت بکنیم. و شما از آن اگر احیانا مشکل در این باره دارین یا هم میخواین که اکثر سوالات مرتبط با این داشته باشین، از دکتر صاحب میخواین میتونین که با شماره 020-250-3444 تماس بگیرین و دکتر صاحب مستقیم به پرسش های شما و به مشکلات شما پاسخ میدن. دکتر صاحب سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه. سلام خدمت شما، سلام به همکاران عزیز شما، سلام به بینندگان و شنوندگان رای درمان شما. خوشوقتم از این که بار دیگر در رابطه با اطلاع دهی و کمک به درمان بعضی امراض خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز شما قرار دارم. سلامت باشین، ما در خدمت شما و دوستان قرار دارم در قسمت اطلاع دهی به بعضی از امراض. ممنون شما، خیلی سپاس دکتر صاحب از اینکه امروز همچنان با ما همراه هستین. موضوع را یاد کردیم، دردهای روده هست و حتما خانواده های عزیز هم در این باره سوالات در ذهنشان هست و احیانا با این مشکل هم عیناً روبرو شدن. اما در ابتدا اگر شما یک تعریف مشخص تری از دردهای روده ای که ممکن است بر اطفال یا نوزادان پیش آمده داشته باشید. دردهای کولیکی یا انفانت بیبی کولیک پین یا انفانت کولیک پین اتفاقا یک دردی بسیار آزاردهنده هست برای اشتکای نوپیدا که اکثر از خانواده ها در جریان 4 تا 6 ماه اول پیدا شدن نوزادانش با او دست و پنجه داره. پیش از این که ما این درد را به دوستان پیشکش کنم، خوب است یک تعریف کوتاه در رابطه به درد داشته باشم. اتفاقا شاید بینندگان و شنوندای عزیز متوجه باشد درد خودش یک عکس العمل خوشاینده که از اثر تنبیهاتی، حالا تنبیهات فیزیکی، کیمیاوی و حتی بعضی تغییرات های عمده دیگه در وجود ما و شما پیدا میشه. همین درد است که متاسفانه قرار از ما و شما میگیره، ما را ناخوش و مضطرب میسازه. دردهایی که اتفاقا در وجود ما و شما پیدا میشه انواع و اقسام مختلف داره. دردهای بسیار معمولی که همیشه ما را آزار میده احتمال داره درد انفکتیف باشه، ممکن دردای هات باشد، ممکن دردای مزمن باشه، ممکن دردای ارتشایی باشه، ممکن دردای میگرینی باشه. حالا درد است که انواع و اقسام می داشته باشه. بله. در قسمت حالا مشخص امی انفانت کولیک پین یا درد دوران نوزادی یک دردی است که اتفاقا وصف تشنجی داره. دردهای اسپزمیک است، دردهای کولیکی است، دردهای پیریودیک است که ممکن در 24 ساعت و حدودا 3 ساعت اطفال نو متولد شده با این درد سپری شود. درد بسیار آزاردهنده. اتفاقا این درد زمانی که اشتکا را فرا میگیره اشتک یک وضعیت تقریبا
خاصیتا در دعایی است که خود اوشتوک دقیقا چهره فلاشینگ را میگیره. چهره فلاشینگ به این معنی که وقتی که ما یک کامری عکاسی را طرف کسی عیار مونیم، اما زمان که میخواییم عکس بگیریم، از اثر زمی انتشار نور یا اشعه کسی طرف مقابل چهره گره یک مقدار تغییر میده، چهره فرد یک کمی گرفته میشه. این دردم اتفاقا امونطوری یک درد داره، دردی است که اشتوک بسیار شدید گریه داره، در پهلوی زی امونطوری چهره اشتوک نسبتا گرفته یا دستای اشتوک امونطوری قاط شده، حتی پاهای اشتوک هم به طرف بدنش امونطوری جمع شده یا و دردی است که علاوه به گریه کردن اشتوکان نسبتا زور میزنه و در پهلوی زور زدن بطن اشتوکان نسبتا منتفخ است، یک مقدار بادیه. این مجموعه اوصافی است که اتفاقا در رابطه به درد و اونم درد اسپسمی کولیکی نوزادان یا همون نام معمولش کلنج روده یا به اصطلاح دردای تشنجی روده در جریان نوزادی برای اطفال ها پیدا میشه. درست. شنوندای محترم باید یا متوجه باشن که حالا تغییراتی که در وجود ما پیدا میشن قطعا این تغییرات یک مقدارش وابسته به مشکلاتای احتمالاً وابسته به مشکلاتای ژنتیکی باشه، ممکن ریشه جینی داشته باشه. حالا خیلی از گرفتاری‌های ما و شما احتمال داره تغییراتای ژنی باشه، کروموزومی باشه. همینطوری بعضی تغییرات‌ها در بدن ما و شما ممکن تغییرات ارثی باشه، ما از خانوادگی او را به ارث میگیم، از مادر و پدر خود به ارث میآوریم. همینطوری بعضی از تغییرات هست تغییرات های وظیفوی هست، بعضی تغییرات هست تغییرات های کیمیاوی هست، اما بعضی تغییرات ها در بدن ما و شما ممکن تغییرات هایی باشه که ما او را از اجتماع یا از دور اطراف خود کسب میکنیم که این تغییرات را معمولا دکتر سیبا به نام تغییرات کسبی میگه. که همه تغییرات ها هر کدامش به نوبه خود اتفاقا عمو قرار و یا آزار را برای ما مرتب ایجاد میکنه. روی همین ارتباطات حالا ما یک چیز را باید توجه کنیم برایش که بعضی تغییرات هایی که اتفاقا تغییرات وظیفوی هست، تغییرات های ساختاری هست، تغییرات های آناتومیک هست، ما نمیتونیم با یک چشم انداز بسیار جزئی و یک وقت بسیار نسبتاً اندک او را برش تغییرات بیاریم. مثلا اگر ما در رابطه به یک توضیحات نسبتاً فراختر داشته باشیم، اشتوکا بعد از این که سن 12 سالگی را سپری میکنه به طرف 14 سالگی و 15 سالگی میره، یک سری تغییرات های وظیفوی هورمونی باعث متبارش شدن یک سری تغییرات های آناتومیکی در او میشه. مثلا بچه از 14 سالگیش تمام شده، از اثر پوره شدن عمو هورمون های دوران جوانیش اتفاقا بعضی ساختارهای بدنش پخته میشه، مثلا غضروفای کارتولیجی همی خود هنجریشی وقتی که به سرحد نهایی پختگیش میرسه قطعا در صدای از نوجوان ها یک تغییر میده، به اصطلاح صدایش نسبتا غر میشه. همینطوری بعضی از تغییرات ها هست در داخل روده ها در جریان نوزادی هم که اتفاقا ای از اثر تکمیل ناشودن خود ساختارهای روده ها برای اطفال ها ایجاد میشه. روده های اطفال ها تقریبا حدودا 6-7 تفاوت را در نسبت به روده های آدم های کلان. اولین تفاوتی که روده های اطفال نسبت به آدم های کلان داره اون نازوکیش است. دومین تفاوتی که روده های اطفال نسبت به آدم های کلان داره او ناپختگیش است. سومین تغییراتی را که روده های اشتوکا نسبت به آدم های کلان داره اون این است که نداشتن بعضی فاکتورهای خدادادی نرمال دفاعی است. پیش اطفال ها اون فاکتورهای دفاعی خدادادی نرمال متاسفانه وجود نداره، لذا این همه تغییرات های بسیار فاحش و گسترده روی هم رفته باعث میشه که اطفال ها با اینمی دردای تشنجی کلیگی به اصطلاح خستگی ناپذیر
و یا طاقت فرسا مبتلا شود. درست. پس دکتر صاحب در بین صحبت‌های شما بود که حالا یکی از راه‌های تشخیص این نوع درد در اطفال بوده میتونه که زیاد درد طولانی نیست در نزد اطفال، ممکن است هر از چند گاه پیدا شود و بسیار کوتاه زود از بین میره. در مجموع ما گفتم در انواع دردها یکی همین دردش دردای اسپزمی تشنجی است. راه‌های تشخیص این نوع درد دکتر صاحب اگر مشخص روشان بپردازیم که مثلا خانواده ها و مادران بفهمند که دردی که مثلا کودک ما فعلا میکشه از دردهای مثلا روده یا هم قلنجی که شما اشاره کردین هست. درد کولیکی اتفاقا دردی هست که وصف پریودیک داره. درد تناوبی است. دردی است که از نقطه بسیار ضعیف شروع میشه، همونطوری سلو سلو به طرف بالا میره تا به نقطه اوج میرسه و دوباره همونطوری کم 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 آرام میشه. این درد این نوع وصف مربوط به وصف درد تشنجی یا درد اسپزمیک میشه. در قسمت از این که چطور یک مادر متوجه شنه که امی دردی که اشتوک میداشته باشه از کدام نوع درد هست، ما گفتم اطفالایی که مصابی ای گونه درد هستند در قدم اول ای بیچاره از خاطر درد شدید گریه های بسیار شدید میکنه. دومین وصف را که ای درد آمه داشته باشد، چون درد پریودیک است، دردی است که از اثر به اصطلاح در جریان افتیدن باده ها در داخل روده های بچه ها پیدا میشه. معمولا شکم ای اطفالا بسیار سر و صدا داره. سومین وصف ای درد گفتم چون دردی است که از اثر عبور و همه باده ها در داخل روده های بچه ها برای اطفال ها پیدا میشن، نسبتا درد خود بطنه های از این بچه ها منتفخ است، پرباد است، بچه ها نسبتا قبضیت می داشته باشن. و چهارمین وصف ای درد که مادر او را متوجه میشن در جریان گریه کردن اشتوکا دست و پای خود را همینطوری قبض نه دستای خود را به طرف سینه و پاهای خود را به طرف شکم خود همینطوری قبض کرده گریه هم میکنه، زور هم میزنه. اینا از جمله وصفایی درد است که مادرها بسیار به سادگی میتونه متوجهش نه که اطفالش مصاب امی درد است. درست. حالا اگر این درد نزد یک طفل باشه دکتر صاحب و خدا نخواسته به این نوع دردهای روده یا درد قلنج یا درد کولیکی که شما اگه سلاحش را یاد کردین، یک کودک چه مشکلات را میتونه که متقابل شد و یا با داشتن این درد چه مشکلات دیگر برای کودک پیدا میشه؟ ما گفتم درد وصف از این درد بسیار درد شدید هست. اتفاقا تو تحمل این درد یک مقدار در مجموعی برای آدمون کسته طاقت فرسا هست، چون این درد فوق العاده شدید است. به خاطر شدتی که داره اشتوکا بسیار شدید گریه میکنه. امی دردی شدید باعث میشه که یک عده تغییرات های از جمله برای اطفال هرنشن یا تفتق یا به اصطلاح ما و شما چورگی ها پیدا شوه. که این چورگی احتمال داره در ناحیه اینگوینال یا مثلا در ناحیه بالاتر از ناحیه در زیر شکم معمولا اطفالا پیدا میشه. سومین خطری که از خاطر از این دردا برای بچه ها پیدا میشه اما تفتق یا هرنشن ناحیه امبلیکال یا ناف اشتوکا میباشد. همینطوری چون اشتوکا زور میزنه گریه میکنه، ممکن باعث هرنشن یا تفتق ناحیه ناحیه به اصطلاح یک قسمتی از رودهایش در ناحیه شوشایش شنه. اینا از جمله گرفتاری هایی است که در سیر از این مریضی برای اطفال ها اتفاقا پیدا میشه. درست. ما در رابطه با وصف از مریضی خوب است یک تذکر داشته باشم. زمانی که مادرها متوجه میشه که یک اشتوکش مثلا در 24 ساعت 3 ساعت پی هم گریه میکنه، مسلم قرار را از او مادر میگیره. حالا در پهلوی بیقراری مادرش یک مقدار دچار افسردگی میشه، دچار ناراحتی میشه و یک موقع هست که خود ناراحتی های مادر، ناراحتی های خانواده، ناراحتی های به اصطلاح
در مجموعی کسایی که با این اشتوک در ارتباط هستن باعث شدت بخشیدن از این اشتوک میشه، باعث شدت بخشیدن این درد پیش اشتوک میشه. به فرض مثال حال اشتوک است، در 24 ساعت گریه میکنه، خودی مادرش متوجه نیست که از چی نوع درد است، مرتب حالا این چیزی بسیار معمول است که مادرها اشتوکایش که دوچار از این درد است، از این دکتر به او دکتر، از این دکتر به او دکتر، از این دکتر به او دکتر مراجعه میکنه. حالا پیش هر دکتری که مراجعه میکنه، دکتر است باید برای تسکین بخشیدن این درد اشتوک یک راهکار، یک چاره داشته باشه، مجبور است یک چیزی برای از این تجویز کنه. بله. که این تجویز های اتفاقا بعضی موقع برای این اطفال یک مقدار گرفتاری ها را بار میاره. از جمله یعنی که ممکن دکترها برای از این اطفال ها بعضی از انتیبیوتیک ها را تجویز میکنه یا بعضی از دواهای دیگر را تجویز میکنه که اتفاقا چون دواست خودش دارای یک سری عوارض است، خودش دارای یک مقدار گرفتاری هاست، از جمله انتیبیوتیک هاست که باعث از بین بردن فلورای نرمال اما میشه. مسلما ما گفتیم یکی از تفاوت هایی را که اشتوکا می داشته باشه کمبود امو فلورای نرمال است، زمانی که این فلورا در داخل امعا تخریب میشن، خودی دردای تشنجی کلیگی پیش اطفال بیشتر زیاد میشه، لحاظا باید این کار صورت نگیره. نگیره بله. حالا از روی مشخصا به علت عوامل هم اگر بپردازیم دکتر صاحب، ممکن است که خوراکه هایی که مادران یا والدین به او طفلشان یا به او نوزادشان میته که استفاده بکنه اینا هم باعث درد شود، و از طرفی هم چون طفل است یا نوزاد است از شیر مادر استفاده میکنه، غذاهایی که خود مادر استفاده کرده باعث مشکل در طفلشان شده. در قسمتی که مادرها برای یوشتوکا چی راهکارا باید داشته باشه، چی خوراکه ها رو باید تجویز کنه، ما پیش از این یک موضوع دیگر اشاره میکنم و این است که اشتوکایی که تا نو پیدا میشن الا نارسیدنش به 6 ماهگی روده هایش نمیتونه وظیفه خرسایی انجام بده. یک دلیلی که اشتوکا مصابی ای درد میشن امی موضوعی هست که اشتوکا هنوز روده‌هاش به سرحد نهایی رشدش نرسیده، لحاظا این نراسایی باعث از این میشه که اشتوک این درد را به شکل تکراری و به شکل پیریودیکش گاهی کم و گاهی اتفاقا تجربه کنه و ازش زجر بکشه. لحاظا مادرها معمولا دست به یک سری راهکارای به اصطلاح خانگی میزنه، از جمله برزی روغنیات میدیه. روغنیات اتفاقا زمانی که داخل طرق هاضمه‌اش نه راه برای جذبش وجود داره، راه برای تجزیهش وجود داره، اما چون اشتوک است همون طوری که روده هایش هنوز به سرحد نهایی انکشاف و پختگیش نرسیده، در سیستم تنفسیش هم اتفاقا امی گرفتاری هاست. وقتی که روغنیات بنابر دلیل در جریان بل داخل سیستم تنفسی نوزاد میشه، در داخل شوشهایش این روغن جذب نمیشه. همینطوری که روغنیات در هوای آزاد به اصطلاح یک سری چیزها رویش اضافه میشه، از جمله پوپنک میزنه. ما و شما در خانواده های خود دیدیم در داخل بعضی از ظرفها روغنیات را دیدیم که بعد از یک مدتی روی زو پوپنک ظاهر میشه. لحاظا همینطوری است، زمانی که یک مادر به یک اشتوک نو تولد شده روغنیات تجویز میده، مثلا کسرائیل میده، روغن مسکه میده یا روغن به اصطلاح زرد میده، اشتوک در جریان خوردن همراه ازی به اصطلاح اسمو شما خفه میشه، قپه میشه، این روغن داخل طرق تنفسی میشه، در داخل طرق تنفسی این روغن نه جذب میشه نه تجزیه میشه، همونطوری باعث میشه که روی از یک سری فاکتورهای اضافی مریضیزای دیگر رشد کنه و اشتوک را به طرف آسپایرشن نمونیا یا یک سینه بغل اضافی ببره. لحاظا مادرها ای را ندیه. همونطوری وقتی که مادر متوجه میشه که اشتوکش مصابی ای گرفتاری شده، مصابی ای مریضی شده، مرابرش یک روغنیات دیگه است به نام کسرائیل، او را تجویز میکنه. ما گفتم که ای گرفتاری از اثر خامی روده های اشتوکا برای نوزادا پیدا میشه.
حالا مادری که متوجه میشه که بچهش قلنجی روده داره، براز اون موره کسرائیل میگه. کسرائیل اتفاقا چربی داره، در مجموع چربیات سطح مواد غایتره یک مقدار چربناک میسازه، مواد غایتره لغزنده میسازه. موادهای غایته لغزیده شده در داخل روده ها باعث اصالات میشه. حالا تجویز روغن برای این نوع نوزاد ها خودش اصال را بار میاره. قطعا که امو ساختارهایی که باعث جذب بعضی موادها در داخل روده ها میشه وظیفش مختل میشه، خود ازی باعث تشدیدی بعضی از گرفتاری ها از جمله همین دردهای اسپزمی پیش نوزاد ها میشه. لحاظا مادرها باید روغنیات برای نوزادهای خود تجویز نکنه. بله. یگانه کاری را که مادرها در جریان پیدا شدنی این درد برای نوزادهایش در نظر میگیرن به اصطلاح تطبیقات گرم است. تطبیقات گرم یک مقدار رگای ناحیه را بازتر میسن، بازتر میسازه، جریان خون ناحیه بیشتر میشه، مواد غذایی بیشتر توسط خون زیاد در ساحه رسانده میشه، باعث التیام بعضی گرفتاری ها میشه. لحاظا مادران میتونه برای این نوع نوزادان تطبیقات گرم از جمله تکر کردن رو پیشکش کنه، خوب است، اشکال نداره. درست. خارک هایی که خود مادران استفاده میکنن اینا تاثیر داره روی مشکلات اکثر مادران زمانی که متوجه میشه اوشتوکایش این گرفتاری را دارد شروع میکنه به پرهیز کردن. که اتفاقا یگانه موضوعی که میتونه این گرفتاری را پیش بچه های نوپیدا، پیش نوزادا کم بسازن شیری مادر است. زمانی که مادر پرهیزی را بنابه دلیلی در نظر میگیره قطعا او روی افراغ یا تراوش شیر یا پیدا شدن شیری مادر تأثیر میگذاره. مادر که شیری کافی نداشته باشن نوزادش قطعا در تغذیه خود مشکل پیدا میکنه، رشدش صدمه میبینه، همونطوری رشد روده هایش هم صدمه گرفته و این درد دوامدار میشه. یک چیزی دیگر هم ما یادآور شدم که خیلی مادرها هست، خیلی مادرها هست زمانی که اشتوکش گریه میکنه کوشش میکنه که حالا گریه کردن نوزادش رو با دادن شیر آرام کنه. آرام کنه. که اتفاقا بعضی وقتا درست نیست. مادر باید اندازه دادن شیرش رو برای اطفالا کاملا سنجش نماید. اگر همونطوری بیرویه بدون دلیل برای اشتوکا شیر میده، حالا فکر کنیم اشتوک هست مسابقی دردای کولیکی است، همونطوری مرتب گریه کرده موره، مادرش به او شیر داده موره، شیر داده موره، این شیر زیاد باعث نفخ و باد بیشتر میشه در داخل روده های اشتوکا که اتفاقا این نوع شیر دادن باعث تشنج و یا باعث بیشتر شدن ای درد برای اطفال ها میشه. لحاظا مادر باید این کار نکنه، شیر رو به اندازه کافی برای اطفال های خود بگیره. این هم یک موضوع بسیار مهم است که در شدت بخشیدن ای درد پیش نوزاد های اتفاقا رول بسیار مهم را داره. درست. در قسمت ای که راه هایی که بتاند خانواده ها یا والدین درمان خانگی داشته باشد، شما به نحوه اشاره کردین که باید گرمگیری داشته باشد مادران و والدین، اما در قسمت راه هایی که بسیار مشخص بتاند که به نحوه از این مشکلات که یک کودک دچار شود یا یک نوزاد دچار شود پیشگیری داشته باشد، خانواده ها چه کارهایی را باید بکنن؟ در قدم اول مادر کوشش کنه خودش دچار کدام افسردگی روانی از خاطر گریه های شدیدی از این نوع نوزادا نشنه. اشتوت هست گریه های بسیار شدیده و خیلی مادرها هسته خصوصا تجربه کافی در نگهداری اشتوکان نداره. وقتی که اشتوکش گریه های شدید داشته باشه همونطوری سراسیمه میشه، برای زیک خدای نکرده بچهش کدام گرفتاری شدید پیدا کرده، همین سراسیمگی باعث میشه که اتفاقا مادر یک مقدار گرفتاری های اضافی را برای اشتوکای خود
بسازه. لهذا مادر باید در قدم اول سراسیمه نشن. تجویزی اولش امیست که مادر از نظر روانی خود را یک مقدار در رابطه با این درد آرام کنه. درست. دومین راهکار را که مادر را برای آرام کردن یا تسکین بخشیدن این درد برای نوزادانش در نظر میگیره اما تطبیقات گرم است. به اصطلاح خودی مادر را تکر با چند چیز میتونه مادر را این کار را بکنه. حالا تیکه ها هست در زیر اوتو یا در زیر بخاری های گازی تیکه ها را قاد کنه، گرم کنه، باز روی شکم اطفال های قرار بگیره. بعد این میتونه یک آلام برای یک تسکینی باشه برای کم شدن دردش. سومین چیزی که مادرها او را در خانه اتفاقا برای کم کردن این درد ها میتونه بیدیه دادن بعضی گلوکوز هاست. اتفاقا حتی اگر مادری بیتینه نبات را او کنه، چند قطره از نبات را روی همراه با مایعات در دهن بچه بیدیه، یا میتونه یک مقدار برای کم شدن این درد بچه هایش را تسکین بیدیه. راهکار چهارمی را که مادرها برای کم شدن این درد برای نوزادایش در نظر میگیره بودن یک عده مستحضرات انتی اسپسمودیک است که در دواخانه پیدا میشن. خوبترینش سایمیتیکان است، به شکل قطرات است. مادرها او را از دواخانه بیاره، برای اطفالایش به اندازه وزن بدنش از 5 تا 15 قطره را همونطوری هر 8 ساعت بعد برای نوزادش بدیه. البته ای رو باید در بین شیر بدیه تا که یک مقدار گرفتاری های اضافی مثل دلبدی یا بعضی دردهای دیگه برای اشتکایش پیدا نشه. میتونه اینی راهکارا رو برای اطفالش در نظر بگیره. درست. بسیار کوتاه اگر اشاره بکنید دکتر صاحب، چون وقت ما هم تقریبا به پایان رسیده، راه های درمانی که دکتر صاحب با درباره این مشکل که کودکان برشان پیش میشه داشته باشن چی است؟ پیش از اینی که ما راه درمان این مریضی را روش فکر کنیم، در قدم اول خوب است که راه تشخیص از این مریضی را ما در نظر بگیریم. درست. در صورتی که عامل اصلی ای درد برای نوزاد مشخص شونه، تداویش راه بسیار آسان است. حالا این درد است که از اثر عدم فلورای نرمال در داخل امعای روده های بچه های نوزاد پیدا میشه. یک. دوم، احتمال داره ای از جمله تغییرات های فیزیولوژیک وظیفوی باشه. ما گفتم که روده های اطفال تا 6 ماه به سرحد نهایی رشدش نمیرسه. لذا باید معطل شود تا این روده های اطفال به سرحد نهایی رشدش برسه. بعد یک عده تغییرات های آناتومیکی مثل بودن بعضی سیسته هاست در داخل روده های اطفال که این باید تشخیص شونه. وقتی که مرض به تمام معنا پیش اطفالا تشخیص شد، نظر به عاملش مشم ما برای تجویز دواییش کدام نسخه یا کدام پیشکش برای مادرها داشته باشیم. این خوبترین منطق تواوت است که ما در قدم اول باید گرفتاری تشخیص کنیم، عاملش رو در نظر گرفته برش دوا تجویز کنیم. درست. ممنون، خیلی سپاس دکتر صاحب. اصل حرفی است که خدا نخواسته اگر این مشکلات برای خانواده یا برای طفل و نوزاد پیش شود، خانواده ها باید فوراً به دکتر صاحب یا به متخصصین بخش مراجعه بکند، او درد یا مشکل شناسایی شود، مطابق با شناسایی و مشکل دکتر صاحب تصمیم میگیرن که کدام نوع راه درمان را باید در نظر بگیرن که انشاءالله کودکشان از اون مشکل رفع شود. از حضور شما خیلی سپاس دکتر صاحب. ممنون شما. و دوستان و هموطنان و عزیزان که در برنامه راه درمان امروز ما را دنبال کردن، برای شما از شما هم سپاس گذاریم. انشاءالله که صحبت ها و راهکارهایی که دکتر صاحب تشریح کردن و راهکارهایی که برای شما عزیزان و مادران گرامی اشاره کردن برای شما مفید واقع شده باشد. تا راه درمان بعدی، وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.